دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی این جلسه از کلاس درس میخوایم یه مثال دیگه از تابع وارون حل بکنیم. به همون تابع fx مساوی با x به اضافه 1 به توان 2 به علاوه 2 رو به همون دادن به ازای x های بزرگتر مساوی منفی 1 و ازمون خواستن که تابع وارونش رو حساب بکنیم. من نمودار fx هم اینجا براتون کشیدم. بچه چرا گفته به ازای x های بزرگتر از منفی 1؟ فکر کنید چرا؟ ببینید به شکل تابع دقت بکنید. اگر به ازای x های بزرگتر از منفی 1 نگفته و به ازای تمام x ها گفته بود، تابع سهمی کامل بود. خب این تابع سهمی کامل دیگه تابع 1 به 1 بود؟ نه. چرا؟ چون مثلا من اگه خط موازی محور x ها میکشیدم، این تابع رو در دو نقطه قطع می‌کرد و این به معنی این بود که یک تابع یک خروجیش میتونست از دو تا تولید بشه و ما گفتیم فقط توابع 1 به 1 که تابع وارون ما میتونیم براشون داشته باشیم. چرا؟ چون میتونیم از روی خروجی‌هاش حدس بزنیم چه ورودی داشته. بنابراین برای اینکه ما بتونیم این تابع رو تبدیل بکنیم به تابع 1 به 1، اومدیم گفتیم که به ازای x های بزرگتر مساوی منفی 1، یعنی فقط نسبی از این سهمی رو به عنوان تابع رسم میکنیم. خب حالا چجوری ضابط های تابع وارونش رو حساب میکردیم؟ اول از هر چیزی میگیم که وقتی گفتیم x بزرگتر از منفی 1، یعنی x به اضافه 1 هم بزرگتر از 0. یعنی بچه ها این چند جمله مثبت. اوکی. خب میایم ضابطه تابع رو حساب کنیم. میگیم که اگر fx رو من مساوی با y قرار میدم، میگم که y شده x به اضافه 1 به توان 2 به اضافه 2. در نتیجه y منهای 2 مساوی است با x به اضافه 1 به توان 2. حالا من از دو طرف یه جذر میگیرم، در نتیجه y منهای 2 میشود قدر مطلق x به اضافه 1. خب حالا ما میخواییم از شر این قدر مطلق خلاص بشیم تا بتونیم x رو بر اساس y حساب کنیم. باید اول از شر قدر مطلق خلاص بشیم که بعد بتونیم یکم ببریم سمت چپ معادلمون. چجوری خلاص میشیم؟ اینجا رو نگاه کنید. ما گفتیم x به اضافه 1 مثبته. پس در نتیجه این قدر مطلق بزرگتر مساوی 0. در نتیجه قدر مطلق با خودش برابره. در نتیجه y منهای 2 مساوی است با x به اضافه. خب حالا ما میتونیم یک رو ببریم اون سمت نمودار، اون سمت معادلمون ببخشید و در نتیجه میشود y منهای 2 منهای 1 مساوی است با x. در نتیجه x که خروجی تابع وارونمون به اضافه تابع وارونمون به ازای y با این رابطه به دست. خب بچه ها گفتیم که کتاب درسی هم یک چیز پایبندی داره که ما همیشه متغیرهای ورودیمون رو با x نشون بدیم و متغیرهای خروجی تابمون رو با y. درنش من کاری که میکنم به جای x که خروجی بود y رو میذارم. چرا؟ چون قرار شد متغیر خروجی رو با y نشون بدیم و متغیر ورودی رو با x. در نتیجه این شکلی میشه تابع وارون ما وقتی که متغیر ورودی x رو بگیره با این ضابطه خروجی تولید میکنه. خب چقدر یکم زشت شد. حالا میخوام یه کاری هم بکنم. میخوام نمودار این تابم، نمودار تابع وارون رو بکشم. نمودار تابع رو اینجا کشیدم که این نقطه منفی 1 و 2 نقطه شروعشه. توی نقطه 0 و 3 محور y کار رو قطع میکنم. حالا من میخوام یه کار دیگه بکنم. میگم که
بذارید یه مقداری بهش بدم. من اگر به ورودی دو رو، خب ورودی دو رو به تابع وارونوم بدم، اف منهای دو چند میشه؟ دو منهای دو که میشه، یعنی زیر رادیکال میشه صفر، صفر منهای یک هم که میشه منهای یک. پس من اگر دو به ایشون بدم، خروجی یک. حالا اگه سه بهش بدم چه اتفاقی میافته؟ اگر سه بهش بدم، اف منهای یک سه می شود سه منهای دو زیر رادیکال کل رادیکال منهای یک، که می شود رادیکال یک منهای یک برابر صفر. خب پس به ازای سه هم صفر. این دوه بچه ها، این سه، این منفی یک. خب دو و نقطه سه و صفر، نقطه دو و منفی یک و نقطه سه و صفر رو هم دیگه وصل می کنم. یه همچین شکلی میشه. بچه این دوتا نمودار، این که نمودار F وارونه با نمودار F رابطه ای نداره. من خط Y مساوی X نیم ساز ربع اول و سوم رو می کشم. دقت کنید، صرف نظر از مهارت‌های نقاشی من، این نمودارها قرینه هم نسبت به نیم ساز ربع اول سفر، نسبت به خط Y مساوی X. کلا میگن تعبیر هندسی نمودار تابع وارون اینه که قرینه نمودار تابع است نسبت به خط Y مساوی X. خب بچه ها، یه مثال دیگه ما از تابع وارون، به دست آوردن تابع وارون، به دست آوردن ضابطه تابع وارون حل کردیم. مرسی که تو این جلسه با من بودی. توی جلسه بعد میبینم تو. توی جلسه بعدم بازم بیشتر مثال از تابع وارون حل میکنیم. ممنون. خداحافظ.